ساخت تونل مرمره رویای سلطان عبدالمجید، یکی از آخرین پادشاهان عثمانی، بالاخره 14 دهه پس از مرگش به واقعیت تبدیل شد. این تونل که در زیر آب ساخته شده، نزدیک به 76 کیلومتر شبکه حمل و نقل بین شهری را به هم متصل می کند. این تونل دغدغه 2 میلیون تن از ساکنان استانبول را کمتر از قبل خواهد کرد. مجری اصلی این تونل کنسرسیوم ترکی ژاپنی بوده است. در زمان افتتاح تونل نه تنها نخست وزیر ترکیه بلکه نخست وزیر ژاپن نیز حضور یافتند. خبرنگار ما که در استانبول حاضر است از ساکنان پرسیده آیا این تونل کمکی به ارتباط و حمل و نقل آنها خواهد کرد، و یکی از آنها میگوید در بخش اروپایی زندگی میکند و خویشاوندانش اغلب در بخش آسیایی هستند و بعضی وقتها به دیدن آنها میرود و این تونل کارش و زندگیش را راحت تر خواهد کرد. او میگوید به طور حتم از تونل استفاده خواهد کرد. یعنی بگن بوراکرسالر کادیکای قدر گیتمک استیوز ممکن است. کار ساخت این تونل در سال 2004 میلادی آغاز شد. در ساخت این تونل بانک ژاپن و بانک سرمایه گذاری اروپا نزدیک به 735 میلیون یورو هزینه کردند. طول این تونل 13.6 کیلومتر است و نزدیک به 3.3 میلیارد یورو برای ساخت آن هزینه شده است. این تونل در عمق 60 متری تنگه بسفور قرار گرفته است. توان مقاومت تونل در برابر زمین لرزه 9 ریشتر است. این تونل تنها 20 کیلومتر با یکی از گسل‌های اصلی رشته کوههای آناتولی فاصله دارد. ترکیه همچون کشور همسایش ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهان است و سالانه قربانیان زیادی بر اثر زلزله در این کشور جانشان را از دست می‌دهند. از سوی دیگر ایستگاه ینیکاپی در بخش اروپایی استانبول یکی از گنجینه های امپراتوری بیزانس است. گفته می شود که پیشتر در زمان ساخت تونل سازمان یونسکو هشدارهای جدی به مسئولان ترک درباره ارزش گنجینه های باستانی ناپیدا در این ایستگاه داده بود.